جلسه بحثمون رو ادامه میدیم تحت عنوان فضای احتمال متناهی. بحث جدیدی نیستش، در واقع تکرار مطالب گذشته است. فقط یه جمع معنی میخوایم بکنیم که حالت های قبلی ما حالت هایی ها بررسی کردیم که به صورت همشانس بودن و حالا میخوایم ببینیم یاد حالت فضای متناهی همشانس نباشن به چه صورت خواهد بود. ما این را تحت عنوان یک تذکر مطرح میکنیم. اینکه در واقع در اینجا به مرور مطالب قبلی میپردازیم، اینکه حالتی ها که به ویژه حالت که همشانس نباشه، یعنی متساوی الاحتمال اتمامون نباشه. خب حالا ما در مورد فضای احتمال متناهی میخوایم صحبت بکنیم که ببینیم چیه میخواد به ما بگیم. تعریفی در واقع ارائه میدیم و پارامترهاش رو مشخص میکنیم. خب ببینید، در واقع به ستایی اومگا اف پی فضای احتمال متناهی گویی. هرگاه در حقیقت این ویژگی‌ها را ازش داشته باشه. خب ویژگی اول چی هست؟ اینکه در حقیقت ما اومگا را ببینیم فضای نمونه چی هست؟ در واقع فضای نمونهش چه ویژگی‌هایی داره؟ از فضای نمونه‌ای در واقع متناهی باشد، یعنی اومگا به این صورت بتونیم اومگا را شاید اومگا اتم های کوچکتری که مثل قبل داشتیم فرض کنیم. یه بگیم چه فرقی با اون حالت، یه فرقی کوچکی داره. توی حالت بعدی مخواهیم در واقع F در واقع فضای پیش آمد ها هست، باز هم مجموعه متناهیه، در واقع زیر مجموعه مجموعه همه مجموعه همه زیر مجموعه های در حیرت اومگا است. پس میشه گفت همون مجموعه توانیش خواهد بود، مجموعه توانی اومگا که در واقع دارای این ویژگی ها باشد، دارای این ویژگی هاست. این ویژگی که یک در واقع اگر ما این حالا کلی فرض میکنیم، فرض کنید در حقیقت A و B دو پیش آمده داخل F باشن، میتونیم بگیم که در واقع اجتماع اینها داخل F، دو اینکه اشتراک اینها داخل F، سه اینکه در واقع متمم A K
که برابره با اومگای منهای آه. این دوباره مجردن داخل F قرار داره. ما این نماده در واقع مجموعه ها استفاده بکنیم، تفاضل مجموعه. و چهار این که خود اومگا در واقع داخل F قرار بگه. خب و اما میرسیم سر اصلی ترین موضوعمون، این که پی چی هست و تفاوتش با حالت قبل دقیقا توی این پی مشخص میشه. تابع احتمالمونه که این ویژگی را باید داشته باشه. تابعیست، تابعی مجموعه ای هست که در حقیقت از F به 0 و 1 ضابطه اون به این صورت، ضابطه آن به این صورت. برای اتم ها ما باید خودمون مشخص بکنیم که به چه صورت هست، یعنی پی اومگا 1 رو باید مشخص بکنیم به صورت اینه، چون اینو متساوی احتمال نیستن و پی اومگا n هم به صورت پی n هست که حالا این ویژگی داره که در حقیقت مجموعه در حقیقت اینها باید بشه در حقیقت برابر با پی اومگا که برابر با یک. اما برای پیش آمده خاصی مثل در واقع آ که توی اف هست میتونیم بگیم که به این صورت میتونیم این را بیان بکنیم. میتونیم بگیم که این برابر با پی در حقیقت آ برابر است با زیگمای در حقیقت اومگا آی هایی که توی آ هست و پی اومگا. در واقع به این پی میگم یه اندازه احتمال با این شرط در داشته باشه. خب اما این چه کاربرد داره؟ ما یک مثال میزنیم و به صورت گذرا از اون رد میشیم. مثال یک تاس 4 وجهی که اعداد فرد احتمال رخ دادن آنها دو برابر زوج هاست را پرتاب می کنیم. احتمال یک آمدن چقدر؟ خب ببینید، من میدونم که پی یک با پی سه با دو برابر پی دو و دو برابر پی چهار برابر طبق گفته مسئله، و اینکه پی مجموعه اینها در حقیقت برابر با در واقع پی اومگای همون یک است. برای ما جایگذاری میکنم میشه پی یک به اضافه در حقیقت، حالا برای راحت یک کار ما میگونم پی در حقیقت دو چقدره. من اینجا میام میگم که پی در حقیقت دو تا پی دو به پی دو به دو تا پی دو به پی دو برابر با یک. از اینجا میتونم بگم 6 تا پی دو برابر است با یک، پس احتمال در واقع دو آمدن برابر است با یک 6. این از مفهوم دهواره فضای احتمال متناهی استفاده کرد.